آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه ما همیهنان گرامی، همه شما بینندگان این برنامه و برنامه های دیگر، در چند روز اخیر شنیدید که از روز یکشنبه دیروز قرار بود مشکلات میهن ما بیشتر و بیشتر شد. بسیاری از کشورهای اروپایی تقریبا، یعنی تحقیقا به جز یکی دو مورد، روابط نفتی خودشون رو با جمهوری اسلامی، هر 27 کشور اتحادیه اروپا به جز یکی دو تا، قطع کردن. چین مقدار زیادی از نفت خودش رو، خرید نفت خودش از ایران کم کرد. کره جنوبی قطع کرد. در همین حیث و بیس یک مسئله دیگری برای ایران پیش آمد و اون هم عدم بیمه کردن کشتی‌های نفتکش ایران بود. اصولا بیمه نفتکش ها بسیار گرانه. همیهنان گرام، دلیلش هم اینه که اگر یک کشتی که حامل نفته، به خصوص این سوپر نفتکش ها، بعضی ها تا 1,000,000 بشکه نفت توشون هست، و اگر برای اینا حادثه‌ای در زمانی که از دریاها و اقیانوسها عبور میکنن و یا به بنادر نزدیک بشن حادثه‌ای پیش بیاد و این مقدار هنگفت نفت به دریا بریزه، به اقیانوس بریزه، به سواحل کشورها بریزه، میلیاردها خسارت میزنه. برای اینه که هم اینا بیمه شخص ثالث هستن و هم بیمه محیط زیست، بسیار گرانه. و غرب برای به زانو در آوردن ایران، بهترین راه رو در این دید که اینو بیمه ها رو که اکثرا در غرب هست، به خصوص در لندن، در انگلستان، این بیمه ها رو به روی ایران ببنده، و این کارم کرد. به خاطر همینه که استثناءً دولت ژاپن تعهد کرد برای اینکه تا زمانی که نفت دیگری رو جایگزین بکنه، از دولت آمریکا فرصت گرفت که حتی نفتکش هایی که برای ژاپن نفت میبرن، از طرف خود دولت ژاپن اینها بیمه بشن، بیمه چند میلیاردی. ایران حدود 24 نفتکش عظیم داره که بسیاری از این نفتکش ها از زمان رژیم گذشته به ارث رسیده به جمهوری اسلامی. چند تاش هم زمان اینهاست و الان هم چندین سوپر نفتکش رو اینا به چین سفارش دادن، ولی هنوز در دسترس ایران قرار نگرفت. اما خطر اینجاست که این 24 نفتکش عظیم ایرانی، اینا باید نفت ایران رو در دریاها نگه دارن به عنوان ذخیره، بنابراین نمیتونن جا به جا بکنن. کشورهای مثل هند و چین که از این فرصت‌های طلایی میخوان استفاده کنن برای کلاهبرداری، حتی اعلام کردن تو این بلبشو که چند شب پیش در برنامه هم گفتم که ما بیمه نفتکش ها رو نمیتونیم تضمین کنیم، چون این شرکت ها اکثرا اروپاییه، بنابراین خود جمهوری اسلامی باید نفت رو در سواحل ما و با بیمه خودش تحویل بده. یعنی تصور بکنید تمام مخاطرات رو جمهوری اسلامی به خاطر فروشش به این دوتا کشور، یعنی هند و چین، باید تقبل بکنه تا بتوانه این نفتش رو به چین و هند که بزرگترین مشتریاش هستن صادر کنه. برای اینکه به این مسئله بیشتر وارد بشین همیهنان گرامی، من یک گزارشی دارم از بی بی سی. برای اینکه من یک بار در این برنامه گفتم ما امکانات این که بیایم
و نمودار برای شما راجع به این مسائل درست بکنیم و ترسیم بکنیم نداریم. بنابراین به عقیده من ما میتونیم از خیلی از تلویزیون های دیگری که با اسم خودش مجازیم، از جمله نمودارهایی که بی بی سی میده یا صدای آمریکا میده یا هر چیز دیگه یا اورونیوز میده، استفاده بکنیم تا کسانی که در این برنامه رو میبینن، اگر چنانچه این نمودارها رو در بی بی سی یا در صدای آمریکا یا هر جای دیگه ندیدن، چه بهتر که ما با اسم و مشخصات خود اون فرستنده که اینو پخش کرده پخش میکنیم تا شما نمودارهایی رو که منجر شده به این وقایع ببینید. یه نموداری هست و به اصطلاح متخصص اقتصادی بی بی سی در مورد این مسائل نفتی ایران، یه نمودار حدود 3 دقیقه خورده از وارتان خواهش میکنم برای شما پخش بکنم از بی بی سی، ببینید که راجع به این جریان نفتی ایران و تحریم‌های نفتی و اینی که چرا این تحریم‌ها میتونه اثر بذاره روی ایران. اما این نمایندگان منتخب از سوی شورای نگهبان و آقای رهبر روزخانها در طویله مجلس، همین الان داشتم پریروز در یه فروشگاه خرید میکردم، یه آقای آمد به من گفتش که بدون سلام علیک به من گفت آقای فرجی شما آدم حتاکی هستی و فحاش. من تعجب کردم، گفتم ممکنه شما این نمونه برای من بیاری؟ گفت شما چرا به این مجلس شورای اسلامی میگین طبیله؟ این یکی. و دومین دلیلی که من برای شما میارم در مورد حتاکیتون اینی که به رهبر جمهوری اسلامی میگید رئیس روزخانها. گفتم خب نمونه دیگه؟ گفت نمونه دیگه این که یک روز شما با آقای احمد باحالو صحبت میکردید، ضمن صحبتاتون به ایشون هی میگفتین احمد جان. من گفتم که اولا که این چیزایی که شما میگین اینا نشونه حتاکی نیست، اینا نشونه اختلاف سلیقه است. اینی که من به یه نفر میگم، به همکارم نمیدونم احمد جان، برای اینکه دوستی دارم، الان شما میتونید تو بی بی سی بریم ببینید، تو بی بی سی فارسی همه همدیگر رو با اسم کوچک صدا میکنن و خطابشون هم به همدیگه شما نیست، توه. این یک. بنابراین من با کسی که 40-45 سال دوستم چند بار بهش گفتم آقای باحالو، بعد یک بارم گفتم احمد جان. حالا این چه توهین و حتی که این یک. در مورد رهبر روزخانها این یه واقعیتیه. آقای علی خامنه‌ای یه روزخان بوده، همه هم میدونن. روزخانی هم توهین نیست، من میگم ایشون شغلشون روزخانی بوده. همه این ملاها و آخوندهایی که الان حاکمن روزخان بودن. من نگفتم سر قبر روزخان سر قبر بودن، گفتم روزخان بودن. بنابراین افتخار آقایونم اینه که روزخان بودن، روزخان اهل بیت بودن. این هم حتاکی نیست. اما حتاکی اونجاست که من گفتم این طبیله مجلس، اینم من نگفتم، اینو نماینده دولت در مجلس خطاب به نمایندگان گفت اینجا طبیله است و به خاطر همینم رئیس همین طبیله یعنی سردار علی لاریجانی گفت اگر نماینده دولت نیاد و به توهینی که مجلس کرده معذرت نخواد دیگه اجازه نمیدیم بیاد اینجا. ولی اون آمد. بعد هم همین انانی گرامی این خیلی برای من جالبه که من هم باید یه دفعه اینجا برنامه اجرا کنم، هم پاسخ بسیاری از آدمایی که تلفنی با من صحبت میکنن بعد به من میگن ما با شما بحث داریم و من بایستی با این بودجه خیلی لرزانم، آقایونی که از مثلا اروپا زنگ میزنن یا از ایران زنگ میزنن یا از نقاط دور، شما میدونید که تلفن منم از این بر شارژ میشه، من باید پول اونا رو هم بپردازم تا با آقایون بحث بکنم.
همین من با کسی بحث ندارم، من نظراتم میام اینجا خلاصه میکنم در 50 دقیقه میگم، یا ایده با این نظرات من موافقن یا مخالفن. بنابراین من نمیتونم با هر کس که با نظرم مخالفه وایستم 50 دقیقه 40 دقیقه بحث تلفنی بکنم، یا تو خیابون یه نفر میرسه به من میگه آقای فرجی ببخشید شما این نظری که گفتید من راجع بهش سوال دارم، بعد شروع میکنه سوال کردن، بعد نظرات خودشو گفتن. یعنی من باور کنید بعضی وقتا دیگه سرگیجه میگیرم همین. حالا اینو تو پرانتز گفتم برای اینکه خدمتتون عرض کنم. حالا اینی که من میگم این نمایندگان طویله مجلس محقم در گفتن این جمله، محقم. چرا؟ برای اینکه اگر شما اسم اینجایی که یه عده بله بله قربانگو جمع شدن توش، اسمشو گذاشتن قوه مقننه، و من چند بار فیلمشم پخش کردم، کسانی که در وقایع سال 88 دو سال پیش مردم ایران طبق روال خود جمهوری اسلامی 4 نفر انتخاب شد، برای هزارمین بار میگم، گفت از این 4 نفر شما میتونید یه نفر رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید. مردم اومدن تو بازی خود این رژیم، تو بازی خود رژیم، من و خیلی از آدم های دیگه مخالف این جریان بودیم، گفتیم آقا چه بازی، چه انتخاباتی، شما داری میرین تنور انتخابات رو برای رژیم گرم میکنی که اون موقع، حالا 32 ساله، اون موقع مثلا 29 سال بود 30 سال بود خون مردم رو تو شیشه کرده بود. چه انتخاباتی وقتی که یک رژیمی در کلیتش جنایتکاره، در کلیتش مملکت ما رو به بدترین وضعیت ممکن رسونده و با دروغ، حقبازی، دست بردن حتی به آیات و روایات مذهبی داره خودش جا میندازه، آخه در این چه انتخاباتی داره؟ حالا مردم آمدن یک از اینا رو انتخاب کردن، یعنی گفتن آقای کروبی یا آقای موسوی، حالا میگن هم کروبی هم موسوی خیلی رای بود. خب بله، میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، از میدان تجریش تا راه آهن زنجیر انسانی دو طرف خیابون درست کردن برای پشتیبانی از آقای کروبی یا موسوی، من هر دو رو میگم. هر کوری، هر آدم نابینایی میتونست این قدرت مردمی رو ببینه دیگه، مردم باور داشتن که آقا در شرایطی که نمیشه کسی دیگر انتخاب کرد که در خارج از ایران، خب بنابراین اونا که در داخلن باید انتخاب بکنن، اومدن یک اینا رای دادن یا به هر دوشون ابراز اعتماد کرد. بعد دیدید که میلیون ها نفر ریختن تو خیابون برای پشتیبانی از آقای موسوی، کسی که تو خود رژیم بود، مورد تایید رژیم بود، جز اون 4 نفر بود. بعد این رژیم شالاتان دروغوه حقباز آمد رأی مردم رو ندیده گرفت، علاوه بر این رهبر روزخان ها مردم رو تهدید کرد که قلع و غمتون کن، بعدم انداخت کردن اونو. بعدم از اون تاریخ روز عاشورا اومدن مردم رو زدن، مردم رو زیر کردن، تیراندازی کردن، مردم رو به بدترین فرم ممکن دستگیر کردن، شکنجه کردن، کشتن. بعد گفتن این به اینا هم گفتن اراذل اوباش، به میلیون ها نفر مردم اراذل اوباش خودشون رو گفتن مردم دستن. بعدم گفتن آقا در روز عاشورا این اراذل اوباش آمدن اسلام رو لکه‌دار کردن. خب حالا این کسانی که در این مجلس هم نشستن همه دیدیم که انتخاباتشون چجوری بود. یه عده بله بله قربانگو جمع شدن اونجا که نوکر علی خامنه‌ای روزخانه، آقایی که به من گفتی حتاک، من میگم روزخان بد که نیست که، نوکر اونه. اون بالا هر چی بگه اینا میگن چشم. حتی آقای توکلی و آقای مطهری گفتن، آقای مطهری پسر آیت الله منتظری مطهری گفت آقا اینجا شده دفتر مقام معظم رهبری، که اینا صبح میشینن ببینن از دفتر از بیت رهبری چه فرمانی میاد اینا اجرا. شما در هیچ کجای دنیا هم چیز دیدید؟ واقعا در کثیف‌ترین، عقب افتاده‌ترین، دیکتاتورترین کشورها دیدین که 270 نفر آدمی که آدم چی بگم آخه من، نشستن توش همه گوش به فرمان یه جا باشن، بعد ببینن اون مردک اون بالا چی میگه. آه یکی از اون چیزایی که به من میگفت، میگفت تو میگی مردک چی بگم،
مقام معظم روزخان ها، رئیس روزخان ها. ببینن از اون بالا چه فرمانی صادر میکنه تا اینا بگن چشم اجرا میکن. اسم این چیه؟ این مجلسه؟ این مجلسه یا قبیله است؟ یا 270 نفر همین اراذل اوباش که در قبیله مجلس هستن که میدونید یا زندانبانن یا شکنجهگرن یا بسیجی هستن یا سپاهی هستن، بقیه شونم از بازجوهای وزارت اطلاعات تو اینجا جمع شدن، تو این قبیله آمدن پشت سر همین علی سردار علی لاریجانی فریاد میکشیدن موسوی کروبی خاتمی اعدام باید کردن. همچی چیزی دیدید تو دنیا؟ یه نماینده های مجلس پشت سر رئیس مجلس جمع شن. بعد حالا مثلا فکر کنی همین مجلس نمایندگان آمریکا، اصلا قابل مقایسه نیست ولی مثلا میاد، میخوام شکل رو نگاه کنید، بیان پشت سر رئیس مجلس جمع شن بگن آقا چون مخالفن دیگه، مثلا با امرو آدم بشینن تظاهرات بکنن بگن فلانی و فلانی و فلانی اعدام باید کرد. واقعا به ریش اینا نباید خندید، واقعا نباید فکر کرد ما در یک مملکت گرفتار رژیمی شدیم که یه عده جانی و دروغگو و شالاتان آمدن حاکم شدن بر مملکت ما. غیر از این چی میشه گفت؟ حالا تمام این برنامه ها، یعنی این مجلس قلابی، همین طویله قلابی، بازم طویله قلابی تازه امروز برداشتن یه مصوبه صادر کردن، 100 نفر نماینده مجلس امضا کردن از 270 تا، قرار در جلسه علنی مطرح بشه و مورد تصویب قرار بده. طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بستن تنگه هرمز. آخه شما تو رو به خدا شما فکر کنید، تنگه هرمز یک آبراه جهانیه، درست نصفش تو خاک ایرانه، نصفش هم اون وقت متعلق به کشور عمانه، مسقط و عمان. بنابراین یک آبراه بین المللی که 60% یا 50% نفت جهان از اونجا عبور میکنه، یه دولت وقتی میگه من جلوشو میبندم و نمایندگان طویله مجلس میگن ما طرح دادیم در مورد این، یعنی به دنیا اعلام جنگ میکنه. این یعنی چی آخه؟ یعنی منافع مردم ایران، زندگی مردم ایران، اینا همش بازیچه است؟ مگه ما اجازه داریم به جای مردم ایران تصمیم بگیریم؟ آخه مردم ایران باید چیکار کنن؟ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن که شما میان خودتون بازی رو راه انداختید، مردم رو زدید، اعدام کردید، کشتید، دادگاه گذاشتید، از اونا که نوکر خودتون بودن قبلا، از اصلاحچی ها همه رو آوردید ریختی توی دادگاه، 150 نفر یه ادعانامه برشون صادر کرد. بعدم با اون وضعیت حتی آدمی مثل حجاریان که آدم معیوب و معلول بود، روی صندلی نمیتونست حرف بزنه، بغلیش از قول اون ارو نوشته حرفاشو میخورد، بردین زندان. آخه شما که من چی بگم، شرف داری؟ شما انسانی؟ دوتا بچه های خانم نسرین محمدی رو میبرین اونجا، بعد میخوان مادرشون رو ببینن، بعد شما اون رفتار رو باشون میکنی، بچه ها رو به گریه میندازی، نسرین ستوده ببخشید. آخه این چه عدالتیه که شما به اسم دین دارین حق نمیکنی به مردم ایران؟ آخه چی باید گفت به شما؟ خب شما میگید ما جلوی تانکرهای نفت آمریکایی بارها گفتن ما قادرین در عرض 16-17 ساعت این راه رو اگرم اینا ببندن باز کنیم. این یعنی اعلان جنگ به جهان. شما در یک وضعیتی قرار گرفتید که خودتون مسبب و بانیش بودید، شما میخواین اتمی بشین، تمام این بلاها رو سر ملت ایران نازل کردید، ولی حاضر چون احمقانه دارین کار میکنید. صدام حسین از قول مردم عراق رفت حمله کرد به ایران، بعد حمله کرد به کویت، بعد یه جنگ را انداخت، یعنی طوری مسئله ها را بگذاریم که آمریکایی‌ها این وسط چه کارایی کرد، ولی او بود که مسبب این بدبختی برای ملت عراق. همون کاری هم که الان بشار اسد جانی داره میکنه، همون کاری که قذافی کرد تو لاکربی هواپیما رو زد
1,200,000,000 دلار اپول کی؟ اپول ملت لیبی داد برای اینکه اون مسئله رو لوس بکنه. حمله به هواپیمای پاناما در لاکربی. اینا دیکتاتورهای احمقی هستن که جای ملت تصمیم میگیرن و زیر پای خودشونو شل میکنن. کاری که داره در ایران صورت میگیره، یعنی اون آقا روزخان نشسته اون بالا به جای مردم ایران تصمیم میگیره. مجلس انتخابات قلابی، ریاست جمهوری انتخابات قلابی، یا مرده که عقب افتاده متحجر آورده بدتر از آخوندهای روزخان خودشون کردن رئیس جمهور. به مردم که خس و خاشاک معاونش اومده میگه در کتاب تلمود از کتابای نمیدونم که فلسفه و راه بیشتر این علمای یهودی از تو این کتاب فلسفه دین یهود و اینا رو تعلیم میده. گفته در اینجا یاد دادن که چجوری آدم کشی کنی، مواد مخدر بیاری برای بهبود وضعیت یهودیان صهیونیستا. این همش میگه صهیونیستا. کاری کرد که آقای بانکیمون گفت آقا این تنفر ایجاد میکنه و این کارهای فاشیستیه، شما به دین مردم چی کار دارید؟ شما این حرفا رو برای چی میزنید آخه؟ این یه خطر بزرگ و عمده است. امروز یه عده از نماینده های استادان دانشگاه ها که خیلی تمایل هم به جمهوری اسلامی داشتن، حالا تو به اصطلاح سبزاشون هستن، حالا یه بیانیه صادر کردن و در این بیانیه گفتن آقا این کارا چیه شما میکنید؟ به چه دلیل شما آمدید این حرفا رو میزنید؟ اجازه بدید بخونم براتون. جمعی از استادان ایرانی اظهارات ضد یهودی رحیمی جاده صاف کن حمله نظامی به ایران است. اگه اسامیشون هم بخونم، آقای کدیور، نادر هاشمی، علی میرسپاسی، حمید دهباشی، احمد سعدی، اینا کسایی تمایل جمهوری اسلامی رو هم دارن داشتن، یعنی قوانین جمهوری اسلامی رو قانون اساسیش قبول دارن، منتها آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن. اینا دارن میگن آخه چی کار دارین شما این حرفا رو میزنید؟ برای اینکه مملکت مملکتی نیست. در این حال که روزخان اون بالا نشسته همه چی رو رهبری میکنه، ولی هر کم ساز خودشو میزنه. امروز در فارس، استان فارس، اعلام کردن به افغانها، کسانی که از مملکت همجوار ما افغانستان به هر دلیلی پناه آوردن تو ایران، اینا اجازه ندارن. هر کس، هر شهروند ایرانی اجازه داره تو فارس یقه یه افغانی رو بگیره بهش بگه که برگ هویت رو نشون بده. آخه تو رو به آقای وارتان، به این صداها خیلی بله، شما نمیتونید باور کنید که این رفتار فاشیستی رو در مملکت ما دارن انجام میدن. ما که حالا آمدیم خارج از کشور میفهمیم این رفتار تا چه اندازه شنیع و غیر انسانیه. شما فکر کنید هزاران اتفاق تو آمریکا افتاده، هزاران اتفاق تو اروپا برای همیهنان ما افتاده. یکی دونه مگه همین چند وقت قبل نبود در آمریکا یک رئیس خانواده، یه مرد خانواده زنش رو کش، خواهر زنش رو کش، بچه‌ها. اگه قراره با همه ایرانی ها رفتار خشونت بار بشه در آمریکا، آخه اگه یه افغانی یا دوتا افغانی یه کاری میکنن، شما چرا جمع اینا رو میبندید؟ چرا همه رو با این رفتارهای فاشیستی خودتون ناراحت میکنید؟ در یزد پریروز ریختن خونه افغان ها رو غارت کردن و آتش زدن. چرا؟ برای اینکه یه دختر یزدی روی گفته های بعضی ها گفتن که این آمده دختر بهش تجاوز کرده بعد کشته. خانوم سعد، همین خانومی که عکسش رو میبینید، گفته که آقا این دولت افغانستان هم خودش نسبت به این مسائل به خاطر مشکلاتی که داره بی تفاوته و اجازه میده به جمهوری اسلامی این رفتار شنیع و ضد انسانی و فاشیستی رو بکنه. حالا گفتن آقا به اینا مواد غذایی ندید، اینا رو تو مغازه‌های خودتون جا ندید. به هر ایرانی در فارس اجازه داره به هر افغانی که میرسه بگه برگ هویت رو نشون بده. آخه تو رو خدا این اصلا درسته هم چیزی؟ مثل که تو آمریکا به هر آمریکایی اجازه بده ما تو خیابون که راه میریم به ما بگن برگ هویت، هی در روز شما در روی به هر آمریکایی نشون بده. آخه پلیسی هست، آخه اداراتی هست. ما که الان در غربتی میفهمیم این رفتارهای فاشیستی چقدر ناراحت کننده است.
ممکن ما هزاران دانشمند ایرانی داریم در آمریکا، در اروپا، ممکنه صدها جانی هم داشته باشیم. 4 میلیون ایرانی خارج از کشور ممکنه 400 تاشون هم جانی باشن، ولی این دلیلی که همه ایرانی ها رو بگن جانی هم؟ همین چند وقتی پیش بود در اصفهان گفتن سیزده بدر اجازه ندارن افغان ها در کوه صفه برن. کجا؟ در اصفهان بود. در یزد که این کارو کردن. در مازندران اومدن گفتن اصلا افغان ها اجازه ندن در سطح شهر رفت آمد کنن بعضی روزا. این رفتار غیر فاشیستی، این فاشیستی نیست؟ اگه فاشیستی نیست پس چیه؟ حالا اینی میخواستم بگم همینانی گرم. آقای مهمان پرست، این سخنگوی وزارت امور خارجه، خیلی قیافه مضحکی هم داره، یعنی تو حرفاش قیافهشو مضحک هم کرده با اون ریش و قیافه و اینا. اومده گفته غرب که داره این کارا رو میکنه با تحریم ایران آماده باید باشه برای گسترش ناراحتی های اجتماعی، یعنی قیام مردمی در کشورهای غربی، چون ایران مورد تحریم قرار داره. یعنی همه دنیا حتی در داخل ایران رهبرشون گفت، گفت اینا این کارا رو میکنن برای اینکه مردم رو نسبت به رژیم ما، نسبت به نظام، اون نگفت رژیم، من میگم، بدبین بکنن و مردم بریزن. بنابراین این تحریما رو به خاطر مردم میکنن که مردم رو از ما ناراضی کنن و مردم بریزن تو خیابونا، نظام رو از بین ببرن. ولی اینا غافلن که مردم ایران طرفدار نظامن. این رهبر گفت. آقای رحیمی گفته که ما سلام میکنیم به این تحریم ها. این تحریم ها باعث پیشرفت سریعتر ما خواهد شد. مردم دارن در بدبختی و بیچارگی، در فقر روز، یعنی موشکی داره قیمت ها میره بالا، اینا بلبل زبونی های خودشون میکنن، اصلا کاری ندارن به این حرفا. مثل کسی اینا از توی کره دیگه آمدن. نگاه کن، اینم قیافه آقای رامین مهمان پرست. غرب با تحریم ایران امنیت انرژی جهان را تهدید میکنه. یه جا دیگه میگه مهمان پرست تو رادیو فردا گفته غرب با تحریم ایران آماده گسترش اعتراض های اجتماعی باشه. یعنی مردم تو غرب میریزن تو خیابونا میگن چرا ایران را تحریم کرد. ولی واقعا یه مسئله دیگه، این تحریم ها کمر مردم ما هم داره خورد میکنه. ولی چی کار میشه کرد؟ همین چند وقت پیش بود که نماینده نیویورک تایمز رفته ایران، میگه مردم میدونن، میگه یه تو در مشهد یا در اصفهان نمیدونم کجا، گفت یک نفر از این فروشنده ها اومد به من گفت آقا این تحریم ها داره کمر ما رو خورد میکنه. ولی از اونجایی که این تحریم ها داره لطمه میزنه به رژیمی که مورد علاقه مردم ایران نیست، از اون نظر ما تحمل میکنیم اینا. حالا خب این بدبختی ها پیش اومده همینانی گرامی، اینا بازی ها رو باختن. تمام زمینه ها این کسانی که به اسم رهبری نظام جمهوری اسلامی که در رأس شما روزخانه هست، قبلش هم اون روزخانه کبیر بود، گفتم براتون آمدن 444 روز گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی، با شکست مواجهش با اون فضاحت قرارداد الجزایر بست. بعد جنگ ایران و عراق شروع شد با اون فضاحت. 3 سال اول اینا رو ریختن بیرون، عراقی‌ها رو، بعد گفتن نه ما جنگ رو ادامه میدیم، جنگ تا پیروزی، از راه کربلا میریم قدس. شکست مفتزانه، جام زهر رو اون آقا سر کشید. خب اونم مال جنگ. این جریان فعالیت‌های اتمی، تمام این مدت مردم دارن در فقر و بیچارگی و فشار اقتصادی کمرشون خم شده، اینا میگن نه این بهتر از این میخوان، ما رو تحریم کرده، ما پیشرفت داریم میکنیم. کدوم پیشرفت؟ چی کار کردیم؟ امروز چند نفر از آقای فریبرز رئیس دانا و چند نفر از نمایندگان کارگران در زندان‌های ایران، حالا فردا من مفصلش خواهم، اینو اعلامیه صادر کرد که این طبقه کارگر مملکت ما که شما بیشترین فشارها رو سابقه نداشته در تاریخ ما، بیشترین فشارها، بیشترین محدودیت‌ها، بیشترین زندانی‌ها،
اینا طبقه کارگر مملکت ما شما به وجود آوردی و روز به روز داری این پیچ و شدیدتر میکنی. این کمر این کارگرای ایرانی داره خرد میشه. 8 ماه 9 ماه طلبکارن، حقوق طلبکارن، هیچ خبری نیست. کتکشو میزنن، زندانشو میکنن، مثل منصور استانلو، آقای مددی، خیلی ها دیگه. تمام سازمانهای جهانی کارگری اعتراض دارن میکنن. گوش این روزخانها کر، اصلا حالیشون فشارها رو دارن ادامه دارن. خب حالا بس بر سر این، حالا وقتی اینا در تمام زمینها شکست خوردن، یه آقایی به اسم رئیس روزخانها اون بالا نشسته رهبر جمهوری اسلامی شده، خب باید چی کار کنن؟ بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما مملکت رو به کثافت کشیدیم، ما مملکت رو به فقر و بیچارگی و فلاکت کشیدیم، ما مردم ایران رو آواره کردیم، ما با زور کتک و اسلحه و اعدام و نمیدونم اینا. خب باید چی بگن؟ باید این مردکی که تا به حال مملکت ما رو به سقوط کشونده، به این بدبختی کشونده، به دروغ از اون بر میدونی که گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر پایه‌گذار تبلیغات نوین در جهان بود، اینو همه میدونن. گوبلز روز و شب و شب رو روز جلوه میداد با تبلیغات و بسیار موفق، آدم خوش صحبتی بود، بسیار وارد بود چجوری وارد بشه تبلیغات رو. قوای آلمان نازی در جبهه های در استعفای روسیه شکست خورده محاصره شده، آقای گوبلز میمد از پیروزی های ارتش نازی صحبت میکن. بخونی خاطرات جنگ بین‌الملل دوم، بسیاری از این ژنرال های آلمانی تعجب کرده بودن. ببین تبلیغات چیکار کرده بود با اینا، تعجب کرده بودن از این تانک های روسی، چون اینا خیال میکردن روس های آدم های عقب افتادن. این تانک های چی نمیدونم چی چیه روسی، وقتی که می اومدن در برابر تانک های آلمانی یا این تاکتیک های جنگی که روسا به کار بود، اصلا باور نمی کردن آلمانی ها که روسا آدم هن هستن. تبلیغات اینطوری کرده بود، مغزشویی کرده بود. و درست همین برنامه الان در ایران، یعنی این تبلیغاتچی روزخانه بزرگ، تبلیغاتچی های روزخانه بزرگ سعی میکنن. حالا قبل از اینکه بپردازم به این، از وارتان خواهش میکنن تو رو به خدا نگوی ام الغرای اسلام، یعنی که شهر تهران، یه گزارش تو تابناک بود، الان دارم میخواد ببینید عکساشو، ببینید این بهشتی که یه عده میرن ایران، نگاه کنید تو رو به خدا خیابونای تهران نگاه کنید، تهرانه، برید رو سایت تابناک نگاه کنید. من بعضی از این ایرانیایی که از ایران میان میگن آقا نمیدونی شهردار چقدر کار کرده، نگاه کنید، نگاه کنید، این تابناک پخش کرده امروز، خیابونای تهران نگاه کنید، نگاه کنید. اینا رو ما نگفتیم، اینا رو تابناک نوشته، نوشته ببینی تهران چه خبره، نیا کن سطح خیابونا رو نیا. اینا میخوان مشکلات جهانی رو حل کنن. نگاه کن بر. حالا خب این اتفاقا افتاده همین الان گرفت، مملکت ما رسته تای خط، خطر جنگ، تحریما، فقر، بیچارگی. یه نفر از دوستان به من میگفتش که من در مسقط و عمان بودم، میگه اگه بهت بگم سرتو میکوبی به دیوار، و خیلی جای دیگه از این کشورهای عربی. دخترای زیبای ایرانی میومدن اونجا، در یه جایی هست که این عربای مسقط و عمان نمیدونم بحرین یا جای دیگه، اینا وای میستن دخترها رو انتخاب میکنن، دخترای ایرانی رو با یه مبلغی دلال دارن همه. و بعد با اینا هم خوابگی میکنن. اینا اسلام ناب محمدی رو پیاده کردن در مملکت ما. و اینجاست که من باور کنید، اینجاست که بعضی وقتا من فکر میکنم تمام این حرف که ما در خارج باید حواس و توجهمون رو بدیم تو اون فاجعه‌ای که تو اون مملکت داره اتفاق میفته، اینجا صرف فحاشی و هم دیگه میکنیم. و این برای من حیرت آوره، حیرت آوره برای من.
ما اونایی هم که در داخل ایران هستن اونا رو نابود میکنیم از خودمون. میگن آقا ما تو این شرایط جهنمی هستیم، ما زیر فشاریم، هم از نظر زندگی اقتصاد و هم از نظر امنیت اجتماعی. بیرون بریم چاهوکش هست، نمیدونم قمکش هست، تو داخل میشینیم مثل ایلغار مغول میریزن تو خونمون، ماهواره نمیتونیم ببینیم، نمیدونم اینترنت نداریم، همه اینا. شما که در خارجین چرا این کار رو میکنی که همه اینا رو داری؟ چی میشه گفت به اینا؟ حالا این مرده که حجت الاسلام صدیقی، امام جمعه که علی خامنه‌ای رئیس روضه‌خوان‌ها انتخابش کرد، ایشون شاگرد آقای مصباح یزدی، همون جانوری که طالبان شیعه است و مدرسه حقانی رو راه انداخته در قم، یک مش حیوانات بیره تحویل جامعه ایران داد. نیست اینا خیلی رحم داشتن دیگه؟ ببینین اونا چی هست. شاگرداش هم میتونید همطور ببینید، حسینیان، اژه‌ای، خدمت شما عرض کنم که همین صدیقی، خیلی هاشون، اون احمد خاتمی، اون که چشاش قلمبه میزنه بیرون میگه بکشین و نمیدونم فلانه، مدرسینش هم احمد جنتی، اون که میگفت باید دست شما هایی که احکام اعدام رو صادر میکنید بوسید، اینا اینا. خود اون آقای مصباح یزدی رئیس همه جانی هاست، کسیست که بسیاری از این قطرهایی که اتفاق افتاده با نظر ایشون بوده. حالا این آقای کاظم صدیقی، یه گزارش خوندم از آقای بهرام رفیعی در روزنت، خیلی جالبه، نوشته که کاظم صدیقی امام جمعه تهران که پیش از این از سیمکشی آیت الله علی خامنه‌ای به امام زمان در جریان اعتراضات دانشجوی 18 تیر 78 و اعتراضات پس از انتخابات 88 خبر داده بود، سخنانی را که 3 سال پیش در حضور رهبر گفته بود تکرار کرد. حالا آقای صدیقی گفته آقای خامنه‌ای یه گوهر پاک، این آقای صدیقی گفت، به همین دلیل چون گوهر پاکه، چون آدم قدیسیه، چندین بار آقا امام زمان ایشون رو ملاقات کرده و آقای خامنه ایشون رو نشناخت. یه دفعه این آقا یه آقای دیگه به اسم آقای سلیمی تعریف کرده که من 17-18 سال همسایه آقای خامنه‌ای بودم و ایشون یک مرد پاک به تمام معنی و به نسوان اصلا توجهی نداشت. من نمیدونم مثلا یه آخون به نسوان توجه نداشته یعنی چی؟ نوشته که دوره های جوانیش تا الان نسبت به نسوان معصوم میدونم رفتاریشون. حالا میگه که این آقای حجت الاسلام صدیقی یه جا دیگه گفته که یه فردی به اسم شمشیری نقل کرده که آیت الله سید رضا بهاءالدینی مریض میشه و آقای خامنه‌ای به این میگه آقای بهاءالدینی شما برید این بیمارستان استراحت کنید، دکترها شما رو تحت نظر بگیرن. آقای بهاءالدینی میره تو اون بیمارستان و آقا امام زمان بر ایشون نازل میشه و ایشون رو دعا میکنه و ایشون خوب میشه. این آقای کاظم صدیقی این حرفا رو به چند نفر دیگه از اون آخوندهای همکیش خودش گفته بود. یه دفعه موقعی که ایشون رو دعوت کردن، آقای صدیقی رو، در جریان نمیدونم کیچی فاطمیه که هر سال همین آقای رئیس روضه‌خوان‌ها راه میندازه، ایام فاطمیه، ایشون میره رو منبر، این آقای صدیقی، و شروع میکنه این حرفا رو جلو خود علی خامنه‌ای گفتن. یه دم از اون اراذل اوباش که شستشو مغزی کرده بودن اونجا نشسته بود، به قدر این حرفایی که میزده از نظر این اراذل اوباش که اونجا نشسته بودن جاذبه داشت این حرفا، که اینا شروع میکنن به گریه کردن تو سر خودشون. دیدین که خامنه ای تو نماز جمعه تهدید کرد مردمو که میکشمتون، این کارو میکنم این کار، بعد آخرش هم از اون رندی های آخوندی گفت من یه دست معلول دارم، اینا شروع کردن اوه گریه کردن. یاد زمان خمینی میافتم، میومد میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، احمد گریان اسمش گشتن پسرش،
اون بالا گریه میکرد، اینا هم گریه میکرد. یکی نبود به اینا بگه مرض، آخه چتونه؟ اون داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا بزرگی، شما گریه میکنی؟ میگن ببخشید خدا ارحم الراحمینه، شما گریه میکنی چرا؟ حالا نقل این آقا شده، این رفته گفته بله این آقای بادینی رفت اون بیمارستانی که آقا گفت، امام زمان اومد، حالا دروغ دیگه. و اینا شروع کردن گریه کردن، اون رندایی که دور ور آقا بودن آقا رو زود از صحنه بردن بیرون، برای اینکه گفتن مردم خیز گرفتن بریزن رو آقا به عنوان تبرک، تیکه از لباسشو بکنن، لخت و ورش کنن آقا رو. همون کاری که بلایی که سر جنازه آقای خمینی آوردن، یادتونه که جنازه رو آوردن گذاشتن تو یه چیز دربسته و به اصطلاح یخچال مانند، بعد یوهو مردم حمله کردن، همین اراذل اوباش که دور ورش بودن، حالا میتونن 2 میلیون هم باشه، مگه ما کم داریم اراذل اوباش؟ از 70 میلیون 2 میلیون اراذل اوباش بیشتر شد. ریختن شروع کردن کفن خمینی رو تکه پاره کردن برای تبرک، لخت و پتی شد آقا اون بالا، جنازه خمینی لخت شد، اینا هم همین کار کردن. بعد میگن که این جریان چون از تلویزیون پخش نشده بود، ضبط صوت، این صوت آقای صدیقی که این اراجیفو گفته ضبط کردن، بعد سر خیلی از مراسم دولتی این رو میفروشن، این صحبت هایی که آقای صدیقی کرده، گریه حضار رو فرار کردن، فرار دادن آقا، حضرت آقا. یه دفعه دیگه هم همین آقا گفته بود که آقای خامنه ای به دلیل اینکه قدیسه، پاکه، مطهره و مورد توجه آقا امام زمانه، به همین دلیل الان تمام آخونده دارن این رو تبلیغ میکنن که آقای خامنه ای اصلا به مال دنیا توجهی نداره، آقای خامنه ای رو زیلوی پاره زندگی میکنه، آقای خامنه ای شبا با نون پنیر یه دونه خورش فقط، اگه مهمون هم داشته باشه یه غذا. گفتم برای توی خانومش گفته بود که یه شب آمدم مهمون داشتیم، در پایان مهمونی دم آقا عقل کردن، خانوم رو ببین، عدالت رو ببین، مساوات رو ببین. اومدم گفتم آقا من خطایی کردم، شما عقل کردین؟ آقا گفتن من چند بار به شما گفتم یک خورش بیشتر درست نکنی؟ و گفتن من خواستم آبروداری بکنم. خب اینی که خانومش گفت، اون آقای حداد عادل دروغگوی دروغ زن میگه عروسی آقا مشتبه با دختر من بود، من جمع آقا رفتن، نه آقای نیومدن اصلا تو مجلس، رفتم آقا گفتن که آقای دکتر ما امشب شام نداریم که، گفتم ای آقا دست من شکسته، کاش که من شام آورده، گفتن نخه. رفتیم از پاسدارا پرسیدیم چیزی داریم، گفتن یه خورده نون داریم، آقا بخونید اینا رو، یه خورده نون داریم، با یه خورده نون پنیر اینا از پاسدارا گرفتیم خوردیم. بعد اون آقای اینا رو من هی میگم، همین الان میگم، برای اینکه ما بدونیم با چه دروغ زنهای طرفیم، شما همه میدونید ولی من باز میگم، باز میگم. حالا اینا گفتن که اجازه بدید بعدم، تمام این اتفاق افتاده برای اینکه اینا بگن آقا رهبر آدمی است که قدیسه، از یه جای دیگه اومده، با آقا امام زمان ارتباط داره، چون میگن یه عده از مردم اعتقاد دارن از به این حرفا، بذار اینه بگین شاید گول بخورن، ولی خودشون لو میدن. یعنی احمد جنتی گفته خیلی ها گفتن از دست مقام معظم رهبری ناراحتن، بعد اینو گفتن، بسیاری از آخوندهای قوم نمیدونن شروع کردن فعالیت های عجیب و غریب کردن، اینا رو هم گفتن. اما قشنگترین حرفو آقای منتظری زده، میخونم براتون این گفته های دوروری های آقای رهبر، از این گفته های خاتمی و سایر منصوبان وی در شرایطی است که روحانیون سرشناس از جمله آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود رهبری و مرجعیت آیت الله خامنه ای را حاصل فشار نیروهای اطلاعات و سپاه بر مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه کشور ذکر کرده که ربطی به قوه قدسیه و ارتباط با امام زمان نداشته و ندارد. آیت الله منتظری با ذکر دقیق وقایع پس از فوت آیت الله خمینی و پس از فوت آیت الله عراقچی در این باره گفته بود، بعضی از افراد جامعه مدرسی نزد من آمدند و گفتند، به جامعه گفتند به هر قیمتی که است باید آقای خامنه ای
به ره به عنوان مرجع معرفی کنن، زیرا مصلحت نظام چنین اقتضا می‌کند. لکن من و بعضی دیگر مخالف بودیم، ولی کاری از ما ساخته نبود، فقط از جلسه خارج شدیم. آیت الله منتظری در ادامه همچنین تاکید کرده بود قانون جامعه مدرسین این بود که هر طرحی باید در جلسه اقلن به امضای 14 نفر برسد تا بتوان به نام جامعه اعلام کرد. آقایان گفتن ما با تلفن از 7 نفر دیگر که حضور نداشتن موافقت گرفتیم، در صورت که لازم بود همه در جلسه حاضر باشن. به علاوه برخی از آنان تکذیب کردن چون ترسیدن. اینی که میگن آقا امام زمان به ایشون نظر داشت، همین مصباح یزدی و این اراذل اوباش بود و ایشون از طرف خداوند مهرش افتاد به دل خبرگان، همه اینا دروغه. سپاه و ماموران امنیتی فشار آوردن به روحانیون، همه رو آقای منتظری نمیشه و گفتن باید ایشون انتخاب بکنیم. به جز ایشون ما هیچ کدوم قبول نداریم. این همه همه مملکت که رو به بدبختی و بیچارگی افتاده، خب اینا باید این دروغ ها رو بگن. مردم سرگرم چی بگن؟ بگن ما کثافت زدیم به اون مملکت؟ بگن همه جهان با خودمون دشمن کردیم؟ اینا تا تعمیرن، حتی سرزمین سوخته برای میهن ما. اینا براشون اینا عرق ملی ندارن، همیهنان گران اینا میهنی نمیشناسن، اینا جهان شمولی هن. میدونید که میگه امت اسلامی، بله امت اسلامی، مردم ایران هم میگن اینا از بعد از اسلام آدم شدن. قبل از این که همین سردار رئیس قبیله مجلس گفته بود، گفتون ما قبل از اون وحشی بودیم، قوم وحشی بودیم. خب البته خانواده ایشون بودن، چون در ایران نبودن، در عراق بودن، اما مردم ما نبودن. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.